درود بر شما بینندگان، یاران، عزیزانی که ما را میبینید و میشنوید. این برنامه به صورت زنده در روز شنبه 12 اکتبر 2019 داره پخش میشه. در این برنامه همون جوری که قبلا گفتیم، مبارزین، کنشگرانی که عزم و اراده این رو داشتن و دارن که تغییرات ساختاری بنیادی رو در ساختار سیاسی ایران به اصطلاح پیاده بکنن و اجرا بکنن، در یک سامانه گفتگو میکنیم که این گفتمان گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد در یک نقطه‌ای موجب تغییر بنیادی در ساختار سیاسی ایران بشود تا بتوان شرایط ورود به دنیای مترقی، مدرن و آزاد رو داشت، به خصوص برای مردم استبداد زده کشورمان. در برنامه امروز این قسمت از برنامه اختصاص دارد به گفتگو با امیر جواهری عزیز. درود به شما آقای جواهری گرامی. عزیز سلام، درود دارم خدمت شما و تمامی کسانی که ما رو با خودشون دارن در جاهای جهان. در خدمت شما هستم. بله آقای جواهری عزیزم، اخبار که زیاد بوده در هفته گذشته، میخواستم در رابطه با جنبش کارگری، مقاومت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیره، که ما در یک مرحله اعتلاء جنبش هستیم به علت فشارهای زیاد، در هفته‌ای که گذشت چه اخباری رو برای ما به اشتراک می‌گذارید؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. اولین خبر که تأسف‌باره و اون اینکه رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و هومه به بازپرسی شعبه دوم دادسرای ایوین احضار شده که قرار بود امروز شنبه 20 مهر ماه ساعت 9 صبح در بازپرسی شعبه دوم حضور پیدا بکنه. من نیک مطمئنم که اونایی که با برنامه های من در وبینار آشنایی دارن میدونن که پیشتر در ارتباط با حسن سعیدی و سید رسول طالب مقدم از چهرهای شناخته شده سندیکای شرکت واحد صحبت داشتم که اینها جدا از اینکه از کار بیکار شدن به زندان محکوم شدن و گوشی موبایل از اونها گرفته شده، رسول طالب مقدم به شلاق محکوم شده و به تبعید، یعنی کارگری رو از محیط کارش میکنن، او رو به زندان محکوم میکنن، بعدم به تبعید در فلان نقطه در واقع دور افتاده خراسان جنوبی در یک مرکز بخشی پرتش میکنن. این ناسپاسی نسبت به موقعیت کارگران الان با احضار رضا شهابی، چهره خوشنام و خوشاوازه سندیکای شرکت واحد، هم روبرو شد. به اطلاع برسونم که همسر محمود بهشتی لنگرودی، آینه بیگی، در پست تلگرامی خودش یادآور شده که یک بار دیگه با آزادی مشروط همسریشون مخالفت شده. حسین تاج، وکیل محمود بهشتی لنگرودی، یادآور شده که در واقع درخواست با موافقت مسئولان زندان و ضابطین به مرجع قضایی ارسال شده که از سوی دادستان تهران باش مخالفت شده. وکیل یاد شده تاکید میکنه که این درخواست مجدداً تقدیم خواهد شد و امیدواریم که دادستان با توجه به وضعیت موکل باش شروع بشه. نکته گفتنی اینه که تاکنون بیش از 35 ماه از دوران 60 ماهه محکومیت خودش رو محمود بهشتی لنگرودی سپری کرده. یک بار به در واقع دیدار خانوادهش اومده، دیگر بار به زندان بازگردونده شده و حسب المعمول میبایستی او به اصطلاح آزاد بشه، که ولی با ناسپاسی روبروه. خبری رو کانال سندیکای هفت‌تپه پخش کرده، مبتنی بر اینکه در طول هفته نزاع و درگیری بین برادران اسد بیگی و مهرداد رستمی از سهامداران فاسد شرکت نشکر هفت‌تپه شکل گرفته و این تو شرایطیه که کارگران نشکر هفت‌تپه در 20 روز اعتراض خودشون همچنان ایستادن و خواستهای معینی رو که تا به امروز داشتن رو در واقع بر زبان میارن. اما
سندیکای نشکر هفت‌تپه خبر میده که خبرهای موثق واصله از نزدیکان موکلان بی‌لیاقت این شرکت نشکر هفت‌تپه حاکی از اونه که از چند روز گذشته به این طرف جدال‌های لفظی و درگیری‌هایی بین مرداد رستمی و برادران اسدبگی شدت گرفته و مرداد رستمی سهامدار فاسد این شرکت که به تازگی ولن به صورت مشروط از زندان آزاد شده، بلافاصله پس از آزاد شدن از زندان خواستار واگذاری زمین‌های مناطق 700 و 800 و 900، اینا تیک تیک زمین‌هایی که شماره گذاری شده است، و قصد داره که به سرعت کار سندسازی رو برای زمین‌های مذکور فراهم بکنه و به تبع بخواد اون رو هپولی بکنه و بفروشه و از این طریق سود کلانی ببره. و علت عدم پرداخت حقوق و معوقه ماهی گذاشتم سر همین در واقع جنگ و دعواهایی بوده که بین این بخش از صنعت در واقع خصوصی یا خصولتی شده نشکر بزرگ هفت‌تپه رخ داده. اما اعتراض خود کارگران هفت‌تپه امروز که داریم با هم صحبت میکنیم به 20 روزش رسیده و به دلیل عدم پاسخگویی مسئولین نسبت به خواستهای این کارگران هر روز بزرگتر و بزرگتر میشه. توی برنامه‌های پیشم اشاره داشتم که باز تعدادی از کار بیکار شدن، تعدادی که قرار بود بیان با مجلسیان دیدار بکنن توی خروجی خرم‌آباد اونا رو گرفتن به زندان بردن، حالا یه بار میگن اینو آزاد کردیم اونو آزاد کردیم و کارگران مجبور میشن تکذیب بکنن آزادی اونایی که دستگیر شدن. ولی خواست اول آخر کارگران نشکر هفت‌تپه آزادی اسماعیل بخشی، چهره شناخته شده نشکر و بلا تکلیفی اونهایی که به عنوان متحدان نشکر هفت‌تپه معروفن، یعنی سپیده قلیان و اثر محمدی و ساناز حلیاری و امیر حسین محمدی پور و امیر امیرقلی و بلا تکلیفی خود علی نجاتی، این همه جزء خواستهای بلافصل کارگران نشکر هفت‌تپه است. اما از آذراب هم بد نیست که گفته بشه. ادامه اعتصاب کارگران آذراب تو محل کارخونه به چندمین روز خودش رسیده. اونا هم سر مسئله حقوقای محبقه و همینطور مطالبات عقب افتادهی که بر پایی گزارشات عدیدهی که دست ما رسیده نیروهای انتظامی تمامی این صنعت بزرگ رو اشغال کردن، با قوای با تجهیزات تمام اونجا هستن، ماشین های آب پاش و چه و چه و چه و رنگ ریز و از این داستان ها، و تلاششون بر اینه که کارگران از محوطه در واقع کارخانه به خیابان نیان، چون اینها از جنبش خیابانی به شکل وحشتناکی یا دهشتناکی هراس دارند. و اینکه خبر وقتی که به خیابان میرسه مردم هر کسی تو ماشین، پیاده، سواره، دوچرخه، موتوره، گوشی در میاره، شروع میکنه به عکس گرفتن و فیلم گرفتن و این دو سطح شبکه‌های مجازی دست بودش، یا امروز هفت‌تپه بوده، دیروز نمیدونم پولاد بوده، اون روز نمیدونم آذراب بوده، بعد هیپکو بوده، بعد نمیدونم ماشین سازی تبریز بوده، و این دیگه هیچ چیزی برای این جماعت نمیذاره. و علی‌رغم اینکه تلاش وحشتناکی دارن که سیستم تلگرام و فیلترینگ بکنن، ولی جای دیگه کارگران در واقع دست پیدا کردن، نمیشه کانال هایی که خودشون ایجاد کردن در راستای خبررسانی اهمیت به سزایی داره، که خوبه که توی این رابطه در واقع ما با هوشیاری و مسئولیت انجام وظیفه بکنیم و صدای بی صدایان باشیم تو پهنه جامعه. یه خبر دیگری بگم، بازنشستگان باز هم اشتباه کردن، بازنشستگان از مطالبات خودشون تا به این روز دست نکشیدن، هر فرصتی که پیدا بکنن تلاش میکنن که به خیابون بیاد، این بار باز اومدن جلوی سازمان برنامه و بودجه و تلاش دارن که نوبخت رو زیر علامت سوال بکشن، ولی خب او زرنگی به خرج میده، هیچگاه در مقابل بازنشستگان ظاهر نمیشه. این بازنشستگان این گروه بندی های مختلف با خودشون دارن. اینها میبری ترین خبرهای هفته بوده که پشت سر گذاشتیم و میشه به جنبه های دیگر حوادثی که در هم سر نوشتی و کارگران کشور هم به نحوی اشاره داشته. خدمت شما هستم. سپاسگزار از شما آقای امیر جواهری عزیز از گزارش جامعه ممانعتون. آقای جواهری، در واقع الان این ترتیبی که ما در رابطه با کارگران هفت‌تپه ببینیم چیزیست که خاص این بخش از صنعت کشور ما نیست، یعنی
به عبارت دیگه ناکارآمدی رژیم، فساد ساختاری نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی در حقیقت جامعه رو به واقعا ورطه فروپاشی سوق داده و مبارزات کارگران در واقع در ایران بخشی از مبارزات تمام مردم ایران برای تغییرات ساختاری این حاکمیت هست. شما اگر بخوام فقط در چند جمله در به اصطلاح در این قسمت از برنامه بگید که آیا بدون پیوند تمام این مبارزات، مبارزاتی که برای تغییر ساختاری صورت میگیره و با مبارزات کارگران، آیا راه دیگه ای وجود داره و یا اینکه به هر حال ما باز هم شاهد کودتای دیگری باشیم برای اینکه مردم ما از آزادی و استقلال و طبیعتاً عدالت اجتماعی که همون داد در ما برش واژه داد رو به کار میبریم، دموکراسی و داد دور خواهند بود؟ نظر شما بفرمایید. چیزی که ما از انقلاب مشروطیت تا به امروز داریم دنبال میکنیم و بر سرش پای میکوبیم، رسوندن جامعه به اون سطحیه که در واقع کارزار عمومی جامعه ما در هدتیابی یک تشکیلات عمومی معنا پیدا میکنه. یعنی اگر هر گروه اجتماعی برای خودش در پراکندگی معینش مبارزه بکنه و این مبارزه در همگرایی و همبستگی و همپوشانی هم تعریف نشه، راه به جایی نمیبره. به دلیل اینکه استبداد همواره به مساوی یک مشت واحد و یک قدرت واحد عمل میکنه و همه چیز هم داره. یعنی روزنامه داره، تلویزیون داره، زندان داره. البته اینا رو اشغال کرده دیگه. داره از جهت اینکه حکومت داره میکنه و طبیعیه که با چیز هم نظام پیشین و هم نظام امروز. در مقابل نیرویی که داره مبارزه میکنه و مبارزش برای مطالبات پاسخ نگرفته خودشه، علارغم این که بیشمار از این سطح مبارزات برای پراکنده، مادامی که هر نیروی اجتماعی تو پایه خودش متشکل نشه، سازمان نیابه و این سازمان های واحد بدل به یک سازمان عمومی و سراسری نشن، اون نکته ای که شما با نگرانی ازش یاد میکنید توی جامعه ما به مساوی یه چرخه دور هم میگرد. مثلا میگم همین نکته ای که اشاره داشتید به مبارزه هفت پی ها، مبارزه هفت پی ها اگر بر سر یک محور مثلا موضوع خصوصی سازی بخواد تعریف بشه، خب بغلش هپکو هم بر سر خصوصی سازی داره مبارزه میکنه، اون ورترش هم آزرا بر سر خصوصی سازی مبارزه میکنه، اون ورترش هم صنعت در واقع ماشین سازی تبریز هم یکی از محورهای کلان در واقع دشواری کارگران اینجا بر سر خصوصی سازیه. الان صنعت بزرگ ما توی خودروسازان هم با مسئله خصوصی شده رو بروه. بنابراین بر سر پیکره خصوصی سازی ولی تو در روی با سیاست کلان نظام که خصوصی و خصولتی در هم تنیده شدن، میشه به مساوی یک مبارزه بزرگ به نتیجه برسه. یا مثلا حقوقهای معوقه، بیشمار مراکز صنعتی ما و کارگاه‌های ما بر سر موضوع حقوق دریافت و حقوقهای معوقه دارن مبارزه میکنن. اگر این مبارزات به شکل جاری و ساری در یک سامانه بزرگ همپوشانی بشه، به تبع نتیجه خواهد داد. بنابراین پرسش شما و نگاه شما نگاه مسئولانه ایه. من هم برانم که ما راهی نداریم، جامعه ما راهی نداره در سطح در همتنیدگی یک مبارزه بزرگ بتونه در مقابل موجودیت نظام خودشو تعریف بکنه. من یه آدرس میدم، اول ماه می امسال ما شاهد این بودیم که یه بیانیه که 4 تا امضا داشته تونسته 16 نیروی اجتماعی رو به یک آدرس ثابت، یعنی به طرف در واقع میدان بهارستان، میدانی که به لحاظ تاریخ در جنبش اجتماعی ما از بسرش مرداد به این سو یه آدرس ثابته بکشونه و دشمن رو در هم بریزه و اون چنان سراسیمه بکنه که مجبور بشن مابعضای نیرویی که اونجا جمع شده بودن و متشکل دانشجویان بودن، کارگران بودن، بازنشستگان بودن، معلمان بودن، مردم عادی بودن که در مسیر آمده شد این توده در واقع مسیر می و زنان بودن میدیدن در واقع مسیر شدن که اونقدر نیروی ضد اینا رو بریزن که 50 و اندی نفر رو در یک یورش
دهشتناک چیکار بکنن، دستگیر بکنن و برای اونا حبس و شلاق و تبعید و چی و چه بپیوندن، که این نمونه هایی که هر هفته من صحبت میکنم عوارض به جامونده از اون حرکت بزرگ موافقت آمیز اول ماه مه امسال، یعنی 11 اردیبهشت بوده. بنابراین جامعه ما رایی نداره غیر از این که بخواد به سوی همگرایی، همبستگی، اتحاد بزرگ و همپوشانی تو سطوح مبارزات مطالباتی چکار بکنه، دست پیدا بکنه. و اگر این کار بکنه که ناگزیره که بکنه، برای اینکه در ستیز با دشمن غداری که همه چیز رو داره و به قول شما غصب کرده اونها رو از ارکان عمومی جامعه ما، میبایستی متشکل بشه و از دل این مبارزه متشکل که میتونه به حد اقلای خودش دست پیدا بکنه. سپاسگزارم از شما. ما در قسمت بعدی برنامه امروز خواهیم پرداخت به مسائل دیگه‌ای که مسائل بین‌المللی و داره اتفاق میفته. از شما سپاسگزارم. یاران رو دعوت میکنم به قسمت‌های بعدی برنامه گفتگو با آقای جواهری و گفتمان گذار از استبداد به دموکراسی داد توجهتون میدم. پاینده باشید.